فقیری که به خاطر طمع مجبورن دست به هر کاری بزنن تا بتونن زنده بمونن. گیلاسیا سلام، امروز براتون فیلمی آوردم به اسم انگل یا پرسایت، مثلا سال 2019 که اسکار هم گرفته، یکی از بهترین فیلم های دنیاه و سر تا سر این فیلم پر از معنا و مفاهیم خاصی که باید دقیق بفهمیدشون تا درک کنید که این کارگردان چقدر مغز بزرگ و خفنی داشته. واقعا به نظر من نابغه است که تونسته همچین فیلمی رو سر هم بکنه. میریم با هم ببینیمش، حتما تحلیل آخر رو گوش بکنید. حواستون به اسپویل کامل صحنه های خشنش هم باشه. با شروع فیلم خونه ای رو توی پایین شهر میبینیم که یه حالت زیرزمینی داره و خانواده به فامیلی کیم اونجا زندگی میکنن. پدر خانواده کیتاک، مادر چانگ سوک، دختر کیونگ و پسر کیوو. خانواده کیم وضع بدی دارن و در حال تا کردن کلی جعبه پیتزا ان تا یه پولی ازش به جیب بزنن. حتی وقتی میخوان اینترنت استفاده کنن، باید برن تو دستشویی و روی توالت بشینن، جایی که بیشترین آنتن رو میده. یا بعضی وقتا پنجره رو باز میکنن تا گاز سمی این ماشینای سمپاش بیاد تو خونه و حشرات سوسکا رو بکشه. یه روز پسر خانواده یا همون کیوو دوستش به خونهشون میاد و یه سنگ بزرگ برای کیوو هدیه میاره. میگه این سنگ باعث میشه ثروت به خونتون بیاد. برام به کیوو میگه که دارم برای درس خوندن کشور میرم و دیگه نمیتونم کارم رو ادامه بدم. اگه دوست داشته باشی میتونی جای من بری سر کار. برام توضیح میده که کارم راحته و فقط آموزش زبان انگلیسی به دختر یه خانواده خیلی پولدار. مشخصه کیوو هم با خوشحالی قبول میکنه و فقط برای اینکه نشون بده آدم خفنیه، از خواهرش کیوو کمک میگیره چون کارش جعل مدرکه و یه مدرک از دانشگاه برای خودش میزنه. روز بعدی هم آماده شروع کارش میشه و محل میره. خونه یک تو بالای شهر که فامیلی این خانواده هم پارک و صاحبشن. خدمتکار با خوشرویی ازشون استقبال میکنه و اونو میبره پیش خانم پارک، همسر صاحب خونه. اونم به خاطر تعریفی که معلم قبلی دخترش کرده از کیوو کلا چیزی نمیپرسه و مدرک جعلیش هم دقت نمیکنه و فقط میگه جلسه اول میام که از مدل درس دادنت مطمئن شم. جلسه اول شروع میشه و دختر خانواده پارک هم خیلی استرس داره، اما کیوو آرومش میکنه و تا آخر جلسه هم صمیمیت‌تر میشن. بعد پایان جلسه هم خانم پارک راضی و به کیوو دستمزدش رو میده و همونجا استخدامش میکنه. البته که قبل رفتن خونه، پسر کوچیک خانواده پارک که اسمش هم دسانگر رو میبینن. این بچه عاشق سرخپوستاست و کلا بیش‌فعاله. فکری به سر کیوو میزنه و شروع میکنه به تعریف از این بچه و همینم باعث میشه خانم پارک چند تا از نقاشیاشو به کیوو نشون بده. اونم شروع میکنه به تعریف دروغ ازشون و کلی کلمه های فلسفی و خفن به زبون میاره. در آخر هم میگه حتما به هنر این بچه اهمیت بدید و همینم هم باعث میشه که خانم پارک بگه اگه معلم خوبی میشناسی معرفی کن. کیوو هم میگه اتفاقا یه دختری به اسم جسیکا هست، روانشناس هنر، رو کارش خیلی خفنه. خب مشخصه داره خواهر خودش به دروغ تعریف میکنه و خانم پارک هم خواهش میکنه که این روانشناس رو ببینه. روز بعد کیوو رو میبینیم که با خواهرش کیوونگ برمیگردن. کیوونگ تیپی رسمی زده و با استفاده از چیزایی که دیشب تو اینترنت خونده شروع میکنه به استفاده از کلی بحث خفن و فلسفی که خانم پارک هم زود باور میکنه. کیوو هم میره تا درسش با دختر شروع کنه که عصبیه و میگه خوشم نمیاد با این دختر روانشناس دوست بشی. اینجا همو میبوسن و میفهمه یه رابطه بینشون شکل گرفته و کیوو میگه نگران نباش، من فقط تو رو دوست دارم. چند ساعتی میگذره و کیوونگ رو میبینین که با پسر بچه داره تنهایی کار میکنه و بعد پایان جلسه رفتار دسانگ هم خیلی مؤدبانه تره. خانم پارک از این قضیه خوشحال میشه و کیوونگ شروع میکنه به تفسیر یکی از نقاشی های بچه. میگه این بچه چند سال پیش آسیب روانی دیده که خیلی اذیتش میکنه. خانم پارک هم از اینکه همچین چیزی رو کیوونگ تشخیص داده خیلی ذوق زده میشه و خلاصه این میشه شروع استخدام دختر به عنوان روانشناس. بالاخره آقای پارک هم میبینیم که یه مرد خیلی مؤدب و پول داره. کیوونگ هم میخواد بره که آقای پارک نمیذاره و از راهندش میخواد که برسونتش چون دیر وقته. کیوونگ که نمیخواد لو بده چه جای داغونی زندگی میکنن، برخلاف اصرار زیاد راننده کنار مترو پیاده میشه و وقتی فکری به سرش میزنه یواشکی شورت خودش رو درمیاره و میرسه تو ماشین. این شب بعد مدت ها خانواده کیوو یه غذای درست حسابی میخورن و نقشه میریزن که چجوری بقیهشون هم تو این خونه مشغول به کار بشن. همین لحظه آقای پارک هم میبینیم که با رانندش میخواد بره جایی و لباسیر کیوونگ رو تو ماشین میبینه. اونو به همسرش هم نشون میده و حالا هر دو معتقدن که رانندشون از ماشین برای کارهای دیگه هم استفاده میکنه و احتمالا مواد هم میکشه، چون غیر ممکنه یه آدم با حالت عادی یادش بره که همچین لباس زیری و جا بذاره. روز بعدی که کیوونگ برای کار با بچه میاد، خانم پارک ازش در مورد رانندشون سوال میکنه و کیوونگ هم تعریف میکنه که چجوری راننده اصرار داشته برسونتش خونه با اینکه خودش میخواسته بره تو مترو. خانم پارک هم دیگه مطمئن میشه باید راننده شو اخراج کنه چون خیلی احتمالا دنبال غذاهای جنسیه. حالا نوبت کیوونگه که از راننده سابق عموی خودش صحبت کنه و خانم پارک ازش میخواد که معرفیش کنه بیاد اینجا. خب کسی به عنوان راننده میاد؟ پدر این خانواده فقیر یا همون کیتاکه. کیتاک قبلا راننده بوده و شهر رو خوب میشناسه. برای همینم
وقتی آقای پارک برای امتحان کردن باهاش میره بیرون خیلی خوشحال میشه چون کیتاک اصلا نیاز به جی پی اس نداره و همه جا رو میشناسه. ابری که دست فرمونش هم خیلی خوبه و حتی وقتی میپیچه لیوان قهوه آقای پارک نمیریسه. رفتار خوبش هم آقای پارک رو تحت تاثیر قرار میده و همون موقع استخدامش میکنه. حالا فقط یه نفر مونده که به این خونه اضافه شه و اونم مادر کیبوه. میخوان این زن رو به عنوان خدمتکار جا بزنن و باید یه جوری خدمتکار قبلی اخراج شه. کیبو از دختر خانواده پارک میشنوه که خدمتکارشون به هلو حساسیت داره و برای همینم هم شروع میکنه به ریختن پرز هلو روی این زن بیچاره. اونم مجبور میشه به خاطر حساسیت بره بیمارستان و حالا نوبت کیتاک پدر خانواده است. تو بیمارستان یه سلفی میگیره و روز بعد به خانم پارک نشونش میده. میگه که دیروز تو بیمارستان شنیدم که خدمتکارتون بیماری سل داره و خیلی خطرناکه، پس مراقب باشید. از اون طرفم وقتی خدمتکار عطسه میکنه کیبو روی دستمالش سس قرمز میریزه و خانم پارک میبیندش و فکر میکنه که خونه و حالا مطمئن خدمتکارشون بیماری داره. از ترس واگیردار بودنش این زن بدبخت هم اخراج میشه. دو سه روز میگذره و حالا آقای پارک به راهندش یعنی کیتاک گله میکنه که از وقتی خدمتکارمون رفته غذا نداریم و کلا همه جا به هم ریخته. از اون طرف هم آقای کیتاک بهش یه دونه کارت میده و میگه که به اینجا یه زنگ بزنید، خدمتکارای خفنی برای خونه ها میفرستن. خلاصه که شب خانم پارک به شماره زنگ میزنه و کیونگ با تغییر صدا جواب میده. به بهونه اهمیت اطلاعات کشور کلی چیزهای مختلف میپرسه و حالا خانم آقای پارک مطمئن میشن این شرکت خیلی کار درسته. از روز بعد دیگه مادر خانواده فقیر یعنی چانگ سوکم به عنوان خدمتکار شروع به کار میکنه. همه چیز دیگه درسته و خانواده کیم همشون برای این پول داره کار میکنن. البته که بچه خانواده پارک یه بار میگه شما همتون یه بوی مشابه میدید و اونام سعی میکنن شامپو و صابون عوض کنن که لو نرن، اما میفهمن این بو برای خونه شونه و اصلا نمیشه از بین بردش. چند روز بعد خانواده پارک برای یه کمپ به خارج از شهر میرن و به خدمتکار جدیدشون چانگ سوک میسپارن که از خونه مراقبت کنن. خانواده کیم میخوان از این فرصت استفاده کنن، برای همینم به این خونه خفن میان که چند روزی مثل پولدار زندگی کنن و غذا مشروب و همه چی بخورن. کیو هم دفتر خاطرات دختر خانواده پارک رو میدوزه تا بتونه بیشتر راجع بهش بفهمه. بعدم به خانواده خودش میگه که میخوام وقتی این دختر رفت دانشگاه ازش خواستگاری کنم و همشون هم شروع میکنن به تصور اینکه ازدواج با یه پولدار چه حالی میده. همین لحظه هم رد و برق میزنه و بارون شدیدی میگیره. الافه زنگ خونه به صدا در میاد و چانگ سوک با نگرانی میبینه که خدمتکار قبلی خونه است. این زن میگه که چیزی تو زیر زمین جا گذاشتم و بعد قایم شدن همه اعضای خانواده کیم میاد داخل. خدمتکار قبلی میره تا از زیر زمین لوازمشو بیاره و وقتی طول میکشه چانگ سوک میره که ببینه چی شده. زن در حال هول دادن یک کمد میبینه و بعد کمک بهش میفهمه که یه در مخفی تو این خونه است. در به یه مخفیگاه که موقع جنگ جهانی ساخته شده. خدمتکار میره داخلش و چانگ سوک هم میره که با تعجب همسر این زن رو توش میبینه. خدمتکار قبلی توضیح میده که چند سال شوهرم اینجاست و همیشه براش یواشکی غذا میآوردم. مردم خیلی گشنه و تشنه است چون چند روزه هیچی نخورده و در همین حال خدمتکار از چانگ سوک خواهش میکنه که یه وقت برای شوهرش غذا بیاره. حتی حاضر پولم بهش برای این کار بده. اما چانگ سوک با عصبانیت پیشنهاد رد میکنه و میخواد به پلیس زنگ بزنه که بیاد هر دوشونو ببره. که یه رفه اعضای خانواده خودش از پشتش میخورن زمین. داشتن یواشکی گوش میدارن که چی شده و همین اشتباه باعث میشه خدمتکار قبلی هم گوشیشو در بیاره. در حالی که این چهار نفر دارن با هم دعوا میکنن و معلوم شده اعضای یه دونه خانواده‌ن، خدمتکار همه چی رو زفت میکنه و میگه حالا هر کاری بگم باید برام بکنید و الا لوتون میدم. میرن طبقه بالا و این زن و شوهر دارن اشغال میکنن در حالی که خانواده کیم مجبورن برای تنبیه یه گوشه بشینن. خدمتکار قبلی تو آرامش میگه شما خیلی کثیف و مثل خوکید. قبلا که خانواده پارک میرفتن سفر من و شوهرم که کثیف کاری نمیکردیم و اینجا رو به هم نمیریختیم. مثل پولدارا اینجا کتاب میخونیم و بحثای هنری میکردیم، نه مثل شما لاشخورا. وسط همین صحبت ها یه دفعه چانگ سوک و شوهرش حمله میکنن و موفق میشن گوشی رو از دست خدمتکار قبلی بگیرن. کیبو شروع میکنه به پاک کردن فیلم در حالی که بقیه این زن و شوهر رو گرفتن و کیونگ رو صورت خدمتکار قبلی هلو میماله تا از حال بره. بعد همین کشمکشا تلفن خونه زنگ میخوره. خانم پارک پشت خطه و پیغام میذاره که ما به خاطر بارون داریم برمیگردیم، لطفا برامون شام درست کن. به محض قطع شدن تلفن همه وحشت میکنن و سری گندکاری ها رو تمیز میکنن. چانگ سوک شروع میکنه به غذا درست کردن و کیتاک همسر خدمتکار قبلی رو برمیگردونه زیر زمین و میبندتش. خود خدمتکار هم به خاطر آلرژی کلا بیهوش و میبرنش پایین. کیوو میره تا دفتر خاطرات رو سر جاش بذاره و همین لحظه خانواده پارک سر میرسن. کیوو زیر تخت دختر قایم میشه، کیتاک توی زیر زمین مخفی میمونه، کیونگ میره زیر میز و چانگ سوک هم میخواد خوش آمد بگه. یه دفعه خدمتکار قبلی بهوش میاد و میدوه که بیاد بیرون، ولی چانگ سوک به موقع میبینتش و با لگد پرتش میکنه پایین. کیتاک هم بدن بیهوش زنو که سرش هم حالا آسیب دیده و ازش خون میاد میبره پیش همسرش، مردی که خودشو باز کرده و داره سرشو محکم میکوبه به یه دکمه. این دکمه برای چراغ بیرون از خونه است.
هست، دوران جنگ جهانی ساخته شده و برای اینه که اگه کسی داخل این زیر زمین گیر کرده، این چراغ به صورت کد مورس خاموش روشن کنه و خبر بده که بقیه پیداش کنن. خیلی هم مهمه این چراغ، پس یادتون نره. طرف دیگه خونه هم چانگ سوک و خانم پارک دارن حرف میزنن و خانم پارک از اتفاقی که سالها پیش برای بچه‌شون افتاده حرف میزنه. روز تولد پسر بوده و یه دفعه تو خونه انگار یه روح میبینه کنار همون کمد. خب ما میدونیم روحی که دیده همسر خدمتکار قبلی بوده و می‌خواسته بیاد بیرون و همین اتفاق باعث شده پسر بچه تشنج شدید کنه و آسیب ببینه. موقع خواب میشه و وقتی خانواده پارک میخوان برن تخت خواب، همه اعضای خانواده کیم بارومی فرار میکنن و میان توی پذیرایی. یه دفعه پسر خانواده پارک پیداش میشه و دوباره مجبور میشن زیر میز کنار هم قایم شن. دسانگ اومده تا چادر سرخپوستش تو حیات به راه کنه و پدر و مادرش هم با لبخند بهش اجازه میدن. بعدن تصمیم میگیرن روی مبل بخوابن تا حواسشون به پسرشون باشه، در حالی که کیوو، کیتاک و کیونگ زیر میز قایم شدن و وقتی خانم آقای پارک روی مبل رابطه جنسی برقرار میکنن مجبورن همه چیزو گوش کنن. بالاخره اونام خوابشون میبره و خانواده کیم بجز چانگسون که قرار شب و همونجا بمونه از خونه در میرن. تو بارون شدید پیاده به خونه برمیگردن و میفهمن کل محل رو آب گرفته و خونه خودشون هم تا نصف پر آب شده. همه چیز از بین رفته و کیوو فقط سنگ ثروتی که دوستش آورده بود و برمیداره. بعدم میرن به پناهگاه و کنار بقیه اعضای محل با فکر به این که همه چیشون نابود شده شبو میخوابن. یه لحظه میریم به زیر زمین خونه پارک. خدمتکار قبلی به خاطر ضربه‌ای که به سرش خورده خونریزی شدید داره و همونجا تشنج میکنه و میمیره. همسرش با وحشت دست خودش رو باز میکنه و شروع میکنه به کوبیدن سرش به همون دکمه چراغ، بلکه کسی از بیرون کمک کنه. اما استرس مرگ همسرش خیلی هولش کرده و نمیتونه درست از کد مورس استفاده کنه. میبینیم بیرون خونه هم دسانگ پسر خانواده پارک متوجه این چراغ میشه و از اونجایی که کد مورس هم بلده سعی میکنه منظورش رو بنویسه. اما خب مرد تو زیر زمین هول کرده و ترجمه چراغ چشمک زن هیچ معنی نمیدن و دسانگ هم راحت میخوابه. روز بعد خانواده کیم با اینکه خونهشون نابود شده و خیلی عصبی هم میرن سر کار. حالا خانم پارک از خوشحالی پسرش ذوق زده است و تصمیم میگیره جشن تولدش رو تو حیات همینجا با تم سرخپوستی بگیرن. به چانگ سوک میگه خونه رو آماده کنه و بعدم همراه کیتاک راه میفته تا لوازم مورد نیاز رو بخرن. البته که تو ماشین این زن هی دماغ خودش رو میگیره چون کیتاک خیلی بوی بدی میده و انگار آزاردهنده است. کیونگ و کیوو هم دعوتن و باید خوشتیپ باشن چون خانم پارک میخواد کلاس معلماشو بذاره. جشن شروع میشه و آقای پارک از ووتاک میخواد که با هم کلاه سرخپوستی بذارن و موقع آوردن کیک یه نمایش خنده‌دار به اجرا بذارن. کیتاک هم خیلی به خاطر زندگیشون عصبیه اما خب مجبوره قبول کنه. حالا کیوو رو میبینیم. اون به شدت نگران اتفاقایی که تو زیر زمین افتاده است و برای همینم با برداشتن سنگ ثروتش یواشکی میره که سر بزنه. یه دفعه همسر خدمتکار از پشت حمله میکنه و میخواد خفش کنه اما کیوو در میره و میاد بیرون. مردم میوفه دنبالش و با ضربه همون سنگ ثروت به سر کیوو اونو بیهوش میکنه. حالا این روانی آزاده و فقط میخواد انتقام همسر خودش رو بگیره. چاقوی برمی‌داره و میره توی حیاط. کیونگ داره کیک تولد با خودش میاره که یه دفعه مرد روانی میاد جلو و با ضربات چاقو همونجا میکشتش. دسانگ با دیدن این صحنه دوباره تشنج میکنه چون یاد همون رویی که دیده بود میفته. همین پا به فرار میذارن. دختر خانواده پارک هم با دیدن کیوو اونو بغل کرده که از اونجا درش بیاره. کیتاک میدوه سمت دخترش تا جلوی خونریزی رو بگیره که روانی میاد سمتش. اما چانگ سوک هم سر میرسه و برای گرفتن انتقام دختر خودش سیخ کبابی تو پهلوی مرد میکنه و اونو میکشه. همه جا آشوب و این وسط آقای پارک به هیچ اهمیت نمیده و فقط به کیتاک میگه که بدو بیا پسرام ببریم بیمارستان، حالش بده. کیتاک هم که توی شوکه سویچ ماشین رو میندازه سمت آقای پارک. اونم میخواد کلیدو برداره که دوباره به خاطر بوی بد این خانواده دماغ خودش رو میگیره. این دفعه دیگه خیلی کیتاک عصبی میشه و یه دفعه جاش بلند میشه و با چاقویی که دختر خودش باهاش کشته شده چند تا ضربه محکم به آقای کی میزنه و اونو میکشه. بعد کشتنش هم سریع از محل در میره. تو چند سکانس بعد میبینیم که کیوو بعد یه عمل جراحی به خاطر ضربه مغزی به هوش میاد و حالا دچار مشکل و هی میخنده. حتی وقتی به خاطر جعل هویت با مادرش محکوم میشن و میفهمه خواهرش هم مرده، پدرش هم گم و گور شده، باز میخنده. البته که به خاطر بخشش خانواده پارک آزاد میشن و تو اینترنت میبینه که خونه این خانواده به عنوان یه صحنه قتل وحشیانه شناخته شده و همه جا ازش دارن صحبت میکنن و هیچ کس هم نمیخردش. چند ماه میگذره و مثل خیلی چیزهای دیگه این داستان هم فراموش میشه. کیوو یواشکی به نزدیکی خونه خانواده پارک میاد و میبینه که یه خانواده آلمانی اونجا رو خریدن.
متوجه چراغ چشمک زن میشه و با نوشتن کد مورس مطمئن میشه که پدرش در نرفته و فقط توی زیر زمین قایم شده. پدر با کد مورس هر شب این کارو انجام میده تا یه روز پسرش بفهمه. میگه من اینجام و نگرانم نباش. هر از گاهی هم یواشکی از خونه این پولدار قدا میندازم و زندم. به عنوان سکانس آخر فیلم کیو رو میبینیم که با لبخندی میاد خونه و نامه‌ای برای پدرش مینویسه تا یه روز بهش بدهش. میگه که من میخوام درسمو ادامه بدم و یه روز انقدر پولدار میشم که این خونه رو بخرم و تو رو آزادت کنم. البته که این کار نزدیک 548 سال طول میکشه و اینجاست که فیلم به پایان میرسه. انگل فیلمیه که شما از اسم فیلم بگیر تا لحظه کردیت پایانی فیلم هر لحظه‌شو میتونی برداشت جدایی بکنی، به خاطر اینکه تمام صحنه‌هاش خیلی زیرکانه و دقیق اندازه‌گیری شده و جوریه که اگه همه‌شو درک بکنی اصلا کلاً یه برداشت فوق‌العاده خفن از فیلم میره تو مخت. نکته اولی که باید در مورد این فیلم درک بکنید اینه که اصلاً فیلم سیاسی نیست. تمام این فیلم فیلمش اجتماعیه. یعنی خیلی جالبه که یه سری نکته‌های خیلی مهمو میاد و یاد میده، اونم فقط تو قالب اجتماع که داره ارتباطی رو بین قشر پایین و قشر بالای جامعه نشون میده که چقدر این ارتباط میتونه خشن و دردناک بشه و تقصیر هر دو طرفه. اصلا اینطوری نیست که بگه مثلا مرفه ها خیلی خوبن یا فقیرها خیلی خوبن. میاد یه ارتباطی رو نشون میده که جفتش پر از تضاد و تناقضه و همین ارتباط بده که باعث کلی اتفاق بد مثل اون سکانس آخری فیلم و مرگ اون دختر بیچاره میشه. توی فیلم خیلی استعاره وجود داره، مخصوصا از رنگ، پله و بو. از این سه تا خیلی استفاده میشه و یه نکته مهم دیگه هم اینه که بفهمید اصلا چرا اسم فیلم انگله. توی فیلم این خانواده فقیر دارن به یه سری موجودات موذی تشبیه داده میشن، مثل سوسک، مثل همون انگل، موجوداتی که وقتی پنجره باز میشه و سم میاد تو خودشون با عشق اون سم رو قبول میکنن که فقط سوسکا میمیرن، ولی خودشون مثل سوسک لای اون سم دارن تکون میخورن. یا اونجایی که زیر میز قایم شدن که بتونن از خونه فرار کنن، یه لحظهش پدر خانواده میاد خیلی ریز از اون زیر در بیاد، یه دفعه چراغ روشن میشه، بعد مثل یه دونه سوس خودش رو زمین میکشونه و یه دفعه اینوری میفته. قشنگ داره خودش رو به یه حیوان موزی تشبیه میکنه، به خاطر اینکه این خانواده پولدار واقعا به همین شکل دارن این فقیره رو میبینن. چیز دیگه که برداشت بعد این خانواده پولدار رو به همین فقیرها نشون میده اونجاییه که دماغشون رو هی میگیرن، اینکه هی بینی خودشون رو میگیرن و از بوی اینا بدشون میاد. از بوی این خانواده نیست، انگار از بوی فقر متنفرن، بوی فقر آزارشون میده. همونطوری که کلا اصلا به فقیرها کاری ندارن و دنبال زندگی خودشونن، اصلا نمیفهمن که اونا چه دردی تو زندگیشون دارن. یا وقتی که یه صحنه قتل عام داره توی حیات اتفاق میفته، همه دارن کشته میشن، جنگ شده اون وسط، تنها درگیری پدر خانواده بچه خودشه، فقط داره میگه زود باش اینو بیای برای میبارستان. اصلا به این فکر نمیکنه اون کیتاک خودش دخترش رو از دست داده و چقدر الان میتونه حالش بد بشه. پسر تو فقط یه تشنج کرده که از بچگیش این مشکل رو داره، یه مشکل خیلی بزرگ و قدیمیه. حالا به جای این که بیای یکم کمک بکنی این قضیه بخوابه، اصلا بفهمی چی شده، فقط دنبال بچه خودتی. از اون طرف میاد درگیری بین همین قشر فقیر رو نشون میده که میگه اینا خودشون هم به خودشون رحم نمیکنن، چه برسه به اینکه بخواد بالادستی بهشون رحم بکنه. این همون اول اگه وقتی که چانگ سوک میفهمید اون خدمتکار قدیمی همسرش زیر زمین نگه داشته، قبول میکرد که کمکشون بکنه، قبول میکرد که کنارشون باشه و درک کنه این مشکلشون رو، شاید هیچ کدوم این مشکلا پیش نمیومد، یه دوستی خوبی بینشون شکل میگرفت و کلا قضیه جور دیگه تموم میشد. تک تک اتفاقی که تو فیلم میفته به خاطر اشتباهات همین قشر میشه. یعنی همون لحظه‌ای که مثلا این پدر و همسرش میان، مثل همون سکانس که توی زیر زمین دارن همین حرفا رو میزنن، دارن دعوا میکنن، یه دفعه همسر و بچه‌های سوک خودشونو میندازن پله پایین و میافتن. همین اشتباه باعث میشه که کلا همه چیز به هم بریزه و کلا ورق برگرده. یه اشتباه دیگه این بود که کیو میخواست بره تو زیر زمین بفهمه چی شده، اون درو باز کرد که اون مرد اومد بالا و این اتفاقا پیش اومدش. یه اشتباه دیگه دوباره این که کیتاک دست اون مرد رو نتونسته بود محکم ببنده که خودش رو آزاد نکنه. یه اشتباه دیگه این که وقتی سر اون زن ضربه دید به جای اینکه کمکش بکنن کلا ولش کردن، میتونه حداقل جلوی خونریزیشو بگیره. کلا سر تا سر فیلم میاد اشتباهات اجتماع در حق اجتماع نشون میده که همین باعث میشه آخر یه دونه جامعه شکست بخوره. اگه مردم اجتماع به هم دیگه کمک بکنن شاید خیلی چیزهای دیگه حل بشه. مورد دیگه که توی فیلم ما نشون میده اینه که جامعه به حدی رسیده که اون قشر فقیر تنها دلیلی که بتونه زنده بمونه اینه که مثل یه انگل بچسبه به اون خانواده پول داره. دونه دونه همینطوری مثل انگل اومدن توی زندگیش و تازه تونستن طعم زندگی رو بچشن، بفهمن که زندگی چجوریه. و میاد به روایتی میگه که تنها راه نجات اجتماع این شده
شده و این خیلی اشتباه و دردناکه، به خاطر اینکه اون پولدار اصلا اهمیت نمیده به این قشره. یعنی اگه میدونست که این آدمایی که اومدن توی خونش از قشر فقیرن، از اون شرکت خفنان نیستن، قطعا استخدامشون نمیکرد. اینا مجبور بودن برای اینکه برن تو خونه کار بکنن جعل یه آدم پولدار رو بکنن. یعنی حتی هویتشون هم مجبور بودن تغییر بدن برای اینکه طعم زندگی رو بچشن. چیز دیگه ای که توی فیلم خیلی خفن نمایش داده میشه همون سنگ ثروتی هست که پسر خانواده میگیره. اون سنگ ثروت چیزی که در آخر باعث میشه به سرش ضربه بخوره و بمیره. یعنی تنها امیدش اونه وقتی همه چیز خونه از دست رفته و نابود شده، فقط اون سنگو نجات میده، با خودش شب بغلش میکنه، خیلی دوستش داره، ولی در آخر همونه که باعث میشه به سرش ضربه بخوره و کلا همه چیز از بین بره. شاید اگه همون اول اصلا بهش ضربه نمیخورد، سالم میموندش، میتونست اون مرد رو پرت کنه توی زمین، دوباره در قفل کنه و همه چیز تموم بشه. خلاصه که میگم سر تا سر فیلم داره درسای خفنی میده برای اینکه اجتماع یاد بگیره چجوری به کمک همدیگه بیاد و جلوی اینکه نابود بشه رو بگیره. فقط یه اجتماع میتونه به کمک مردم دیگه اون جامعه بره تا بتونه همه چیز درست بکنه. این فیلم میاد تا حدی این قشر فقیر رو بدبخت نشون میده، این خانواده کیمو که وقتی میخوان برن توی اینترنت باید برن توی دستشویی، تنها جایی که آنتن میده روی توالت فرنگیه. یعنی دیگه فقر و حقارت چی میتونه بیشتر از این باشه توی یه فیلم وقتی نمایش داده میشه. استعاره های دیگه که توی فیلم میگم خیلی زیاده. یکیشو بخوام بگم پله هستش. توی این فیلم از اول تا تقریبا آخرای فیلم هر جایی که خانواده فقیر رو میبینه دارن از پله میرن بالا. وقتی میخوان از خونه بیان بیرون باید از پله برن بالا. وقتی به خانواده پولدار میرسن باید از پله برن بالا توی خونه. اتاق اون دخترشون حتی بالای پله هاست دوباره. کلا دارن پله میرن بالا. و این پله نماد پیشرفت کردنه. هر باری که خانواده از پله میره بالا به پول میرسه. و آخر فیلم اونجایی که بارون میاد خونهشون داره نابود میشه، همش دارن سقوط میکنن. یعنی دوباره از پله ها میان پایین میرسن به همون جای اولشون، ولی اون جای اولشون حتی از دست دارن و نابود شده. توی فیلم خیلی پله معناهای خاصی داره. خلاصه که میگم پرسایت واقعا یکی از فیلم های فوق العاده سینما است و به نظرم 50 سال 60 سال دیگه به عنوان یکی از کلاسیک های فوق العاده معروفه توی این دوره شناخته میشه و همه قدردان این فیلمه، به خاطر اینکه واقعا محتوای خفنی داره و به بهترین شکل نمایش داده میشه. بازیگرا فوق العاده ان، کارگردان فوق العاده است، طراحی صحنه فوق العاده است، نویسندگی عالیه. اصلا از صرف تا صد فیلم نمیشه ایراد گرفت و میاد اینو میگه که آقا اگه قشر فقیری الان دنیا جوری شده که برای زنده موندنت باید بری تو زیر زمین اون خانواده پولداره باشی، باید بری اونجا خودتو حبس بکنی تا بتونی نفس بکشی. پدر خانواده آخر فیلم با اینکه قتل کرده بود، همه چیزو به فنا داده بود، رفته بود زیر زمین خانواده پولدار و تونسته بود زنده بمونه. غذای اونا رو میدازید و هر شب میتونست نفس بکشه و پیامش رو به پسر خودش میفرستاد. کلا داره فیلم میگه که جامعه الان اینطوری شده، اگه میخوای زنده بمونی باید این کارو بکنی و الا هیچ جایی تو این دنیا نداری. و اینو باید همیشه قبول کنیم که دونستن یه حقیقت تلخ بهتر از ندونستنشه. الان میدونیم که دنیامون چطوریه و خب این فیلم هم خیلی قشنگ به نمایش میذارتش. درسته خیلی بده، خیلی وحشتناکه و باید یه روز جلوش گرفته شه، ولی خب الان وضع اینه. میخوای قبول کن، میخوای نکن، هیچ کسی اهمیت نمیده به نظر من و تو. دنیا اینطوری شده، ولی یه روز شاید بتونیم با همدلی، با کنار هم بودن خیلی این مشکلات رو حل بکنیم و به یه حدی برسیم که اون پایین و بالا همه با هم دست به یکی بشن و به یه جایی برسیم که قشر پایین و وسط و بالا همه دستشون رو به هم بدن، بلکه یه روز دنیا جای بهتری بشه و همه چیز شکل بهتری بگیره. یه آرزوی محاله، خیلی دوره، ولی خب نمیتونی به یکی 1000% احتمال به وجود اومدنش نیست. به هر حال یه روز شاید اتفاق بیفته. نسل جدید نسل من و تو و اون نیستش. نسل جدید طوریه که از وقت 6 7 سالش شده داره توی اینترنت در مورد فلسفه میخونه، در مورد یکی شدن میخونه، در مورد قدرت اجتماع، قدرت همدلی میفهمه. و وقتی اینا رو یاد میگیره هرچی که بیشتر پیش میره شما میبینی که این اختلاف طبقاتی داره کمتر میشه. درسته که خیلی زیاده، یعنی اصلا شاید یکی از 20 سالگیش سوار پورش بشه، یکی تو 50 سالگیش داره پراید بخره. اختلاف زیاده، نمیتونم اینو این کار بکنم، ولی اختلاف ارتباطی کمتره. من هیچ وقت توی دورانی که خودم 10 یا 11 سالم بود نمیتونستم ببینم که مثلا یه آدم فقیر با پولدار دوسته. یعنی یادم که یه دوره‌ای بود مثلا بین شرق تهران و غرب تهران بیف میشد و جنگ میشد تو خیابون، همون میزنن قرار هم بهشون میومد. اما الان میبینم که بچه فامیلمون 12 13 سالشه، رفیق داره از شهرک غرب و پاسداران، خودش توی نظام آباد زندگی میکنه
و رفیق فابریکی هن که به همدیگه جون میدن، یعنی حاضره که هر کاری بکنه برای اینکه اونا حالشون خوب بشه و اونا هم خیلی جاها وقت که این هیچی نداشت کمکش کردن. کلا نسل جدید خیلی داره آگاهیش تو این زمینه بیشتر میشه و خیلی دارن به همدیگه بیشتر کمک میکنن و اصلا اون وضعیت مالیه رو توی ارتباطات دوستی خودشون دارن کنار میزنن. و این میگم همین قضیه رو آدم نگاه میکنه یکم به آینده امید میگیره، چون یه روز شاید همه چیز درست بشه. دیگه همین، زیاد حرف زدم، خواستم حالا فیلمو قشنگ درکش بکنیم. باز میگم خیلی چیزاشون نگفتم چون واقعا فیلم خفن و پرمحتواییه، حتما یه بار ببینیدش. لایک کامنت سابسکرایبتون نره، توی کانال زاپاس جوین بشید. روزتونم گلسی.